Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa. Ve selamun ala ibadihillezine safa. Amma ba'd. Azizane bininde ve şenevinde bişar muhterem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoşbaktan ki Hudayi Mutal Cellet Azmetuhu bar diğer tevfik ra refik fermud ta bername İslam din etadal ra baraye takriben yak saat tepka ma'mul az tariqe televizyon cihani Aryana Afganistan khidmet-i şema hamvatanan ve hamzabanan aziz takdim bedarem. Elbette این پروگرام از نقطه نظر شمارش 44 برنامه اسلام دین اعتدال می باشد. البته مطالب برنامه امروز مربوط به دردها و آلام اجتماعی ما افغانهای رنجیده چه در داخل و چه در خارج از کشور خواهد بود که انشاءالله اگر فرصت بود و وقت یاری کرد انشاءالله در بسا مسائلی که واقعا دست و پاگیر ملت عزیز ما و مردم مستضعف و بیچاره رنجیده افغان شده انشاءالله خواهیم پرداخت و اشارات خواهیم داشت. مسئله بسیار عمده که هست واقعا که امروز لازم هست که علمای واقعی و عامل و دلسوزی که واقعا گفتارشان منبعث از آیات قرآن کریم و سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم باشه بسیار مؤثر خواهد بود برای جامعه مسلمان افغان ما. امروز از جمله دردهای بسیار عمده که در جامعه هست مسئله تنازعات و اختلافات است که مع الاسف این اختلافات و تنازعات حیات اجتماعی و پیوستگی های ملی مردم افغانستان عزیز را برهم و درهم نموده و حیات اجتماعی آنها را بسیار به یک حالت بد مبدل کرده و در عرصه های مختلف زندگی واقعا یک رکود ایجاد شده چه در بخش تجارت و از همه مهمتر در بخش امنیت مع الاسف و در پهلوی همه مشکلات مشکلات تبعیض نژادی و قومی لسانی سمتی گروهی و سیاسی دامنگیری ملت مظلوم شده و ای فقط و فقط به نفع کسانی است که ظاهرا آنها فکر میکنند که از این حالت آشفته به منافع خود اینها میتونند که بیشتر سرمایه گذاری کنند ولی بدون توجه به این که بالاخره ملت بیدار میشه و تاریخ شاهده همه اعمال ما خواهد بود نشود که روزی خدای نخواسته مورد نفرین مردم و تاریخ و همچنان معاخذه حضرت حق سبحانه و تعالی در دنیای ابدی که ما انسانها واقعا به او باید معتقد باشیم که دنیای چند روزی بالاخره پایان پذیر هست و به دنیای بعدی خواهیم
خواهیم رسید و مورد بازپرس حضرت حق سبحانه و تعالی در مقابل اعمال و کردار خوب و بد خود خواهیم بود. امروز شما ببینید که مسائل اختلافات به حد یعنی بالا گرفته که زندگی تمام مردم را به یک آشوب تبدیل کرده، با نام های مختلف، یکی را به نام پشتون و دیگری را به نام تاجیک و یکی را به نام نورستانی و دیگری را به نام ازبک و یا اقوام دیگری که در افغانستان هستند، که همه اقوام در طول تاریخ در پهلوی هم بسان اعضای یک فامیل با یک زندگی بسیار آبرومندانه، بدون تشنج، بدون تبعیض، و اینها واقعا هم دیگر پذیری داشتن. ولی امروز شما میبینید که سیاست های بسیار مبتذل و جانکاه و خانمان برانداز طوری واقع شده که برادری را با برادر مخالف ساخت و کشاله ای بدبختی ها از همون زمان شروع شد در افغانستان عزیز، که یک عده مزدور رژیم نوی را در افغانستان ایجاد کردند که مخالف و مغایر با عقاید مردم و مسلمان افغانستان بود و همچنان مغایرت با تاریخ و فرهنگ اصیل افغانی ما داشت. یک عده بی خدا و خدا ناترس افغانستان را زیر و رو کردند. علما، دانشمندان، شخصیت های ملی، مردم مبرز، همه توسط جلادها با خاک و خون کشیده شدند. ملت ما، ملت غیور ما، بالاخره با اثر ستم و ظلم از اینها در مقابل از اینها استاد شد و قیام نمود و جهاد بر حق بر علیه از اینها صادر شد و تعداد بسیار زیادی از مردم ما وطن و کاشانه و خانه خود مجبوراً ترک کردند و به دیار دیگران شتافتند و هجرت کردند و بیش از 2 میلیون افغان مسلمان ما در مقابل ای افراد و اشخاصی که واقعاً امو قلاده غلامی از اونها را قبول نکردن و مجاهدت کردن به درجه رفیع شهادت رسیدن. این بدبختی ها از همو زمان شروع شد در افغانستان. مسائل قومی دامن زده شد، مسائل سمت و منطقه دامن زده شد، مردم را به انواع و اقسام مختلف به جان یک دیگر انداختن تا بتوانند روزگار بر سر این ملت مظلوم، مستضعف و واقعا رنجیده افغان حکومت کنند. بعدن دیدین که تحولاتی در وطن عزیز ما ایجاد شد و بالاخره این رژیم منحوس توسط مجاهدین برحق ما به شکست مواجه شد و مردم و مسلمان ما خواستند که ماحصل جهاد اسلامی خوده که منبعث از احکام الهی بود و غیرت افغانی و ایمانشان سبب شد که دشمنای دین و وطن را منهزم بسازند و شکست بدن
و بادارانشان هم راه گریز پیش بگیرن و وطن ما را ترک کنند. اما متاسفانه او چیزی که ماحصل جهاد بود که عبارت از یک قیام یک حکومت اسلامی و ملی در افغانستان بود، متاسفانه دستخوش حوادث شد. برادری به جان برادری افتاد و به نتیجه ملک و ملت ما رو به طرف بربادی گذاشت که تا امروز هم ابو کشاله بدبختی ها دوام داره و مع الاسف نه ملت ما و نه کسانی که قیادت این ملت است و نحوی از آنها خواب حق خواب ناحق به دست آوردن هیچ توجهی به حال این ملت به خاک و خون کشیده ننمیدن. متاسف امروز هم که چندین سال از تغییر رژیم میگذره هنوز ملت ما نفس براحت نکشیده. آوارگی ها، دربدری ها، شما ببینین که چقدر جوانان ما در راه فرار از وطن خود به اثر جور و ظلم و فشار با ممالک غربی، اینها در راه به درجه رفیع شهادت رسیدن، در دریاها غرق شدن، در دشتها مردن از گرسنگی، از بینوایی. و در داخل خود وطن ما چقدر انسانها از یک سر وطن به سر دیگر وطن و جاهای دیگر مهاجر شدن. از داخل خود کشور ما مهاجرینی داریم، چی رسد با اون مهاجرینی که زمینه قانونی برایشان فراهم شد و در ممالک غربی و ممالک دیگر جهان اینها رحله اقامت گذاشتن و مهاجرت کردن. اما کسایی که در داخل وطن هستند فشار بیشماری بر اونها هر روز عاید است. ببینین که چقدر در هر روز مصیبت های در وطن ما ایجاد میشه و این مصیبت ها توسط افراد و اشخاصی با وجود میایه که همه خود را پابند به دیانت اسلامی میدن و مقابله دارن با کسانی که مخالفشان هست و هر روز قائله میآفرینن و ملت مظلوم و بیچاره را به عزای عزیزانشان می نشانه. اینها همه واقعا قابل تأسف هست که هنوز ملت ما بیدار نشده است، هنوز رو به تفرق می رود، در حالی که تفرق قوت اجتماع پیوسته یک امت و یک ملت را از هم میکسلانه. تفرق یک پدیده بسیار مذموم است از نقطه نظر دین ما، از نقطه نظر آیین ما، از نقطه نظر فرهنگ و تاریخ ما. افغان ها همیشه در مقابل تهاجم و تعرض بیگانگان در گذشته به یک صف واحد قرار می گرفتن و هر قدر که دشمن با ساز و برگ کثیر العدد و مقابلشان مقابله می کرد، ولی اینها با اتفاق و اتحاد همگانی در یک صف واحد با مقابل دشمن مانند یک سپر قرار می گرفتن و دشمن را از پا در می آوردن و مجبور به فرار می شد. ولی متاسفانه
ما از تاریخ گذشته خود درس نمیگیریم، پند پذیر نیستیم، متاسفانه. ورنه اگر ملت با هم متحد و متفق باشه، هیچ نیروی مهاجم و متجاوز، چه خودی و چه بیگانه، نمیتونه که پیوستگی ملی و اجتماعی یک ملت را از هم بپاشانه. خدای عزوجل در قرآن کریم مسئله اختلاف را بسیار مذمت فرموده، مسئله تفرق را یک پدیده مذموم خوانده. این تفرق در گذشته هم بین امتها بوده، در وقت پیغمبران هم بوده، ولی اینها در قرآن کریم و در آیات آسمانی در هر عصر و زمان و هر پیغمبر از طرف خدای عزوجل گوشزد شده که به مردم و امتان خود بفهمانند که تفرق راه نجات نیست، بلکه رفتن به یک وادی سراسر گمراهی و دلالت منتهی میشه. و این وادی گمراهی و دلالت بالاخره به نقطه هلاکت میرسانه انسانش. ولی متاسفانه که ما توجه به فرمایشات خدای عزوجل که در قرآن پاک در بسا جای ها برای ما به طور آویزی گوش باید قرار می گرفت، مع الاسف اینها را به باد فراموشی سپردیم و بیشترین ما توجه ندارین به این فرمایشات، مگر گروه و عده اندکی که اونها همیش از لابلای قرآن و احادیث متبرک و ثقه آن حضرت صلی الله علیه وسلم این مسائل و این دردهای اجتماعی را بیان کردن که اونها واقعا همان دانشمندان مؤمن و دلسوزی هستند که همیش زندگی خود فدای دعوت بر راه مستقیم نموده و ملت ها را متوجه ساختن و بیدار ساختن تا از خواب غفلت براین. ولی مع الاسف، مع الاسف آنچه که خواسته ماست تا به امروز برآورده نشده است و آن عبارتند از فراموشی همه ای تبعیضات نژادی، منطقوی، قومی، سمتی و لسانی و گروهی و تنظیمی و حزبی است. هنوز هم ما به همون راه روان هستیم که او راه واقعا راه است که ما را به طرف گودال بدبختی رهنمایی میکنه و کسانی که میخواهند از این حالت آشفته استفاده اعظمی بنمایند و منافع خود تأمین کنند، اونها را ما به سرحد مقصودشان و به هدف مقصودشان به اثر این تغافلی که داریم میرسانیم. مع الاسف ما سبب میشیم که منافع ما به کام دیگران بریزه و ما از منافع خود، منافع ملی خود، منافع کشور خود، منافع اجتماعی خود بی بهره بمانیم و بهره وافی و کافی نصیب کسایی بشود که از این حالت استفاده عظیمی می کنند. ببینید که در داخل وطن ما چه کارهای و اعمال ناشایسته صورت نمی‌گیرد. از پیوستن به باندهای مافیایی درک
ومواد مخدر و مصاب شدن جوانهای ما به این ماده زهراگین و مهلک که واقعا جسم و روح انسان را از بین می‌برد. و ما می‌بینیم که صدها هزار نفر از جوانهای ما در هر کوی برزن و در هر خرابی مشغول به ای عمل زشت و عمل غیر صحی و عمل خانمانسوز قرار دارند. و روز به روز هم در کثرت ای افراد اضافه میشه. و توجه لازمی هم برای رفع این نقیصه تا به حالی به صورت که واقعا چشمگیر باشه صورت نگرفت. استفاده های دیگر و غیر مشروع از املاک و اراضی و جایداد مردم توسط افراد غاصب و کسانی که روز قیامت اصلا عقیده ندارند و همی زندگی زودگذر جهان فانی را اینها ابدی میپندارند و هیچ اصلا به حلال و حرام توجهی ندارند، این یکی از جمله همو گرفتاری های بسیار عمده است که فعلا مردم ما با آن گرفتار است. فساد در ادارات یکی دیگر از پدیده هایست که واقعا ملت عزیز ما با آن گرفتار است. و این پدیده شوم یک عمل صادراتی است که از بیرون به کشور ما آورده شده. و ما ادعا نمی کنیم که در گذشته، یعنی در سالیان قبل، این عمل در چوکات دولت ها وجود نداشته، ولی به این صورت که فعلا جریان داره و با این بی‌حیایی که صورت میگیره در سابق اقدر به چشم نمیخوره. در حالی که این عمل اگر مخفیانه هم صورت گیره مذموم هست و اگر آشکار مذموم تر، برای از اینکه استخفاف است در مقابل دین و در مقابل شؤونات ملی مردم افغانستان. هر عمل متعدی که مفضی به سوی غیر باشه و مردم در مقابل احکام الهی و فرمایشات دینی اینها را بیباک بسازه، این عمل متعدی است و بدترین عمل هست، خصوصا چیزهایی که در مخالف شریعت قرار میگیره. اما اگر انسان اعمال خیر متعدی را انجام میده، انشاءالله ثواب او و جزای از او از نقطه نظر شرع و از نقطه نظر عقل بیاندازه خواهد بود. که ما مع الاسف به طرف خوبی ها قدم نمیگذاریم و کوشش ما ایست که هوای نفس و هواجس نفسی ما را به طرف گمراهی ها میکشه. به این اساس ما انشاءالله آیاتی از کلام الله مجید را انتخاب کردم در مورد تفرق و اختلاف و همچنان دوری از این مصیبت ها که انشاءالله بعد از یک تنفس انشاءالله بار دیگر واپس بر خواهیم گشت و با شما خواهیم بود و شما هم با ما خواهیم بود و خداوند جل جلاله توفیق عنایت کند که انشاءالله رضای خداوند در این برنامه حاصل شود.
وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nabika Mustafa. You came to me in a time of despair, I called on you, you were there. Without you, what would my life be? The unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nabika Mustafa. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, ya Rasulallah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, ya Rasulallah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. To be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، با سلام مجدد خدمت همه عزیزان، به ادامه مبحث که امروز قرار است بان در فرازهای مختلف پرداخته شود می پردازیم و می بینیم که خدای عزوجل برای رفع اختلاف و افتراق بین اقشار جامعه و اقوام و گروه ها چه فرمایشاتی داره و ما را به کدام سمت و سو دعوت میکنه برای رفع از این مشکل و معضل.
خدای عز و جل در سوره مبارکه شورا می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. صدق الله العظیم. خداوند عزیز و توانا می فرماید و آنچه اختلاف کردید در آن، یعنی ای مردم، از هر گونه اختلاف، آنچه که از هر گونه اختلاف بین شما هست و آنچه اختلاف کردید در آن، هر چه باشد، پس فیصله کردن نهایی آن حواله به سوی حکم خداست، یعنی قرآن پاک. ما وقتی که یک قانون بسیار مدون آسمانی که هیچ قانون مدون بشری به آن رسیده نمیتواند و همسری کرده نمیتواند، ما در دست داریم، این امت اسلامی بزرگترین قانون اساسی را در دست دارد، قانونی که راهنمای دین و دنیایشان است. ولی این قانون بزرگ آسمانی که حلال مشکلات ماست، این را ما فراموش میکنیم و در سبول متفرقی که مخالف به صراط مستقیم هست ما روان هستیم. از همو سبب است که معضلات عدیدی رو به تزاید است، نه آنکه رو به تناقص باشد، یعنی روز به روز زیاد میشه و کم نمیشه. علت اساسی چیست؟ این باید ما توجه کنیم، به حیث یک مسلمان، به حیث یک کلمه گوی، به حیث کسی که به ارکان ایمان کامل داره، آمنت بالله الى آخر. ولی این کلام خدا که برای رهنمایی بشر از جانب خدای عزوجل توسط حامل وحی سیدنا جبریل امین علیه السلام با آخرین پیغمبر که حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین نازل شده و ای حلال مشکلات دینی و دنیایی همه بشریت است. چلنج قرآن برای همه بشریت است، نه تنها برای امت اسلامی. ولی ما این را فراموش میکنیم. خداوند میفرماید که در تنازعی که دارین، منازعات ذات البینی که دارین، در اختلافاتی که دارین از هر نوع آن که تفصیل انواع آن در این برنامه گنجایش نداره، بسیار متعدد است. شما باید به قرآن و احکام الهی روی بیاورید، ببینید که خدای عزوجل چی فیصله را صادر کرد و چی می فرماید. و ما باید توجه بفرماییم که واقعا خدای عز و جل ما را رهنمایی کرده، ولی ما بسیار کم توجه داریم به این فرمایشات حق سبحانه و تعالی یا فرمایشات نبی کریم صلی الله علیه و سلم که قرآن بر او نازل شده و او به حیث مفسر احکام الهی است. خدای عز و جل در سوره
انفال در آیه 46 می فرماید و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم و اصبروا ان الله مع الصابرین. خداوند می فرماید که اطاعت خدا و رسول او را شما ای امت اسلامی مد نظر بگیرید. اگر ما مطیع امر خدا و رسول باشیم تنازع نمی کنیم، با هم دیگر جنگ نمی کنیم، مقاتله نمی کنیم، مقابله نمی کنیم، هم دیگر نمی کشیم، به قتل نمی رسانیم، هر دو طرف مسلمان. چی شده است؟ مشکل چیست؟ اگر مشکل عدم تطبیق احکام الهی است، واقعا باید از راه مبارزه بسیار حکیمانه در مقابل مخالفینی که مخالف به امر خدای عز و جل دستور میدن باید انسان قرار بگیره. و این دعوت، دعوت است که واقعا مرضی خدا و رسول است، و این مبارزه هم مرضی خدا و رسول است، و این جهاد است در مقابل نابسامانی های دینی و اجتماعی و ملی، که این وظیفه افراد و اشخاص است که واقعا به فلسفه دعوت اینها وارد باشند. خداوند می فرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. حتی اگر تجادل هم صورت بگیره، باید تجادل و مجادله هم به اساس بسیار خوبی باشه. خداوند جل جلاله انسان را خلق کرده و انسان مشتق از کلمه انس است، یعنی معانست، یعنی همدیگر پذیری، نه با هم جنگ و ستیزه. چرا؟ فرق بین انسان و غیر انسان در همیست که انسان از راه منطق و استدلال مقابله میکنه و غیر انسان، یعنی انسانی که واقعا انسانیت فراموش کرده باشه، از راه عنف، جبر، اکراه، ظلم، قتل، قتال بدون سبب شرعی به جان یک دیگر میفته. خداوند می فرمایی که وعتی الله و رسوله ولا تنازعو، تنازع نکنید. چرا؟ فتفشلو و تذهب ریحكم. شما را فشل می سازه، شما را سست می سازه، قوت شما را، قوت ملی شما را، قوت دینی شما را، قوت اجتماعی شما که سبب پیوستگی شما و استحکام شماست، این از بین می. چی؟ تفرق. بلکه در مقابل ناملایمات شما باید صابر باشین. صبر به معنای این نیست که خود به بستر خواب قرار بدین و فکر کنین که راحتی همیست، این صبر است. نه، صبر به معنای مقابله، مقابله برحق. صبر به معنای مبارزه برحق، مبارزه که با استدلال و منطق و عقلانیت موافق باشه، مخالف به شریعت نباشه. ایست که باید انسان در مقابل حوادث باید بسیار متعنی باشه، یعنی بسیار شکیبا باشه، صبر و حوصله رو پیش بگیره و در مقابل
ظلم و استبداد از راه منطق و راه سلم و راه درست و معقول مبارزه کنه. ان الله مع الصابرین، خدای عز و جل همراه صابرین است، همراه کسانی که واقعا در راه مبارزه شکیبا هستند، عجله نمی کنند. چرا؟ عجله پشیمانی داره. و همی افراد و اشخاصی که با اساس استعجال در کارها مبادرت می‌ورزند، می‌بینین که عقب نشینی دارن. عقب نشینی از یه علامه ندامت است. چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی یا باز آرد پشیمانی؟ انسان عاقل کار خود باید بسیار سنجیده به پیش بود. من یقین دارم کسانی که در قتل و قتال بی موجب اینا مبادرت می‌ورزند، حتما اگر وجدان از اینا مرده نباشه و به خواب رفته باشه، یک روزی بیدار خواهد شد. ولی اگر وجدان مرده باشه دیگه، علاج از زیر خدای عز و جل نکنه. در جای دیگر هم خدای عز و جل می‌فرماید که و ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. در سوره مبارکه انعام است که خدای عز و جل می فرماید که راه مستقیم خدای عز و جل در قرآن پاک برای ما و شما نشان داده، راه راست، راهی که اعوجاج و کجی و انحراف در آن نیست، راهی که پیغمبران در او راه از جانب خدای عز و جل رهنمایی شده و اونها مردم را رهنمایی کردند. این راه راست است و ما هر روز در پنج وقت نماز، در هر رکعت نماز این دعا رو میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم. ولی بعد از نماز بسیاری ما فراموش میکنه معنای این آیه مبارکه. خدایا هدایت کن ما رو به راه راست. راه راست راهی است که کجی در آن نیست. و از سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزی اصحاب پیرامونشان جمع بودیم و نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر روی زمین خط کشیدند و آن حضرت فرمودند که این راه راست است، راه مستقیم است، راه شریعت است، راه انبیا است، راه است که اگر انسان در این راه روان باشه از همه آفات و بلیات محفوظ است، چه آفات و بلیات مادی و چه معنوی و عقیدتی. او راه راست خدای عز و جل است، همون راهی که خداوند می فرمایه که ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه. این همیش راه راستمه، متابعت کنین، پیروی کنه، در همین راه قرار بگیره. ولا تتبع السبل فتفرق عن سبیله، و متابعت راه های دیگر را نکنید که آنها سبل متفرقه هستند، راه های هستند که شما را به طرف انحراف میبرند. کشش های قومی، کشش های حزبی، کشش های منطقوی، کشش های لسانی، حتی کشش های مذهبی ناروا شما رو به طرف اختلاف میبرن. باید از همه از اینها بپرهیزید و خود در راه راست قرار بدید. و سیدنا عبدالله ابن مسعود میفرمایه که رسول کریم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه خط کشیدن
گفتن که خط مستقیم همیست. در پهلوی از راست و چپ هم خطهای دیگری کشیدن. ما تعجب کردیم که این خطها چی خواهد بود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم توضیح دادن و فرمودن که اینها راههای متفرق است و در این راههای متفرق در هر کدام اینها دیو یعنی شیطان مؤکل است که شما را از راه راست و مستقیم منحرف کنه و طرف بدبختی ها ببره. به حال راههای متفرق بسیار زیاد است و شما میدونید تبعیض خودش راه متفرق است، در حالی که خدای عزوجل تنها امتیازی که بین انسان ها قرار داده تقوا را قرار داده. هر کدام شما که پرهیزگارتر بودین به نزد خدای عزوجل عزیزتر هستین. و کرامت شما با تقوای شماست، نه با اساس قومی و ملیت و نژاد و رنگ و غیره و غیره. برا خدای عزوجل در سوره حجرات می فرمایه که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امتیاز تقواست، گرچه انسان ها با قبائل و اقوام و تیره ها و اینها مناطق و لسان های مختلف و اینها، یعنی واقعا اینها یکی از جمله خصوصیات انسان هاست و خلقت انسان ها همینطور است، ولی اینها سبب تبختر و تکبر و تبعیض نشوه که یک قوم یا یک زبان یا یک منطقه یا یک سمت تفوق جویی کنه نسبت به دیگران. چرا همه انسان ها از یک پدر و مادر آفریده شده، آدم و حوا، سیاه و سفید و سرخ و زرد، همه اولاد یک پدر و مادر. فقط انسان ها را تقوا و پرهیزگاری و علم و عمل درست از همدیگر متمایز می سازه و این تمایز به نزد خدای عزوجل بسیار قدر داره. اگر انسان عالم نسبت به انسان غیر عالم، یک انسان عامل به شریعت نسبت به انسان غیر عامل به شریعت، یک انسانی که تبعیض در وجودش نیست در نهادش نیست نسبت به کسی تبعیض داره، یک انسانی که خود مثل دیگر انسان ها میدانه نسبت به کسی که خود بالاتر از همه انسان ها میدانه، به نسب خود افتخار میکنه، به ملت خود افتخار میکنه، به ملیت خود، به سمت خود، به لسان خود، به حزب و گروه خود. اینها امتیازات است واقعا که از نقطه نظر دین ما هیچ جایگاهی برایشان ما نمیتونیم تعیین کنیم. اینها همه مردود است، ولی تمایزاتی از نقطه نظر تقوا و فضائل باشه اینها نزد شریعت ما و نزد دین ما و نزد خدای عزوجل و نزد پیغمبر ما همه مقبول است، که ما متاسفانه به اینها روی نواردیم و به طرف چیزهایی که مخالف و مخالف رضای خداوند است و رضای رسول هست صلی الله علیه وسلم به او روی آوردیم. و از همین سبب است که کار دین و دنیای ما یعنی با او صورت شایسته و بایسته که سر و سامان می داشت مع الاسف نداره و همه گرفتار است. و بارها و بارها ای آیه مبارکی قرآن کریم از زبانها شریده شده که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرق. معتصم به حبل الله باشید، ای مردم چنگ بزنید بر ریسمان حق. ریسمان حق همین راه راست است،
ریسمان حق حبی زنجیر است که خدای عز و جل هر حلقه ازیره نسبت به علم و حکمت قدیم خود به هم پیوسته ساخته و برای ما و شما قرار داده که از این پیوستگی استفاده عظمی بنماییم و مانند همی زنجیر با هم پیوسته باشین که شما را هیچ قوتی نمیتونه مغلوب بسازه. و اگر این پیوستگی و این حلقه ها از هم گسست، شما را جزئی ترین یک حادثه به زانو در میاره. این فرمایشات قرآن کریم است. ولی آمدیم می که در وطن ما میبینیم که مشکلات بسیار عدیده است. اختطاف، یک عده خدا ناترس مردم بیچاره و مظلومر اینها را بیشتر به خاک و خون میکشانند یا فامیلایشان را به عزایشان مینشانند و بی جهت اینها را گروگان میگیرند و او فامیل بیچاره را بیچاره تر می سازند. اینها همه کارهای نارواست که در سابق در تاریخ کشور ما هیچ سابقه نداشته. اینها پدیده های وارداتی بیرونی است که مع الاسف توسط نوکران داخلی او باندهای بیرونی اینها عملی میشه. قتل و قتال خو هر روز موجود هست، انتحاری هر روز ملت عزیز ما رو به ماتم می نشانه. در پهلوی از اینها فسادهای اخلاقی هم رو به افزایش است در وطن. چه اخبار خجالت آوری که منافی اخلاق انسانی و اسلامی است و از کسایی که هیچ قابل تصور نیست انسان در رسانه ها و در فیسبوک ها و غیره و غیره میبینه و مشاهده میکنه و عالمی از رنج و درد در قلب انسان داخل میشه. در بیرون از کشور هم مصائبی موجود هست برای نسل مهاجرم در این کشورها، خصوصا نسل جوانم. شب نشینی های بی مورد در نایت کلاب ها رفتن، عربده جویی، مشروبات الکلی را استفاده کردن و عقل و فهم و فراست و تمیز خود از دست دادن. و حتی در این روزها شنیده میشه که بسیاری از جوانها گرفتار کشیدن مریوانا و امثال هم هستن در نایت کلاب ها و بیرون از اون. شب نشینی ها با چلم خانه ها و نمیدونم که این جوان ها در یونیورسیتی ها و در فاکولته ها و در لیسه ها و اینها راجب صحت و حفظ صحت اینها خواندن یا نخواندن. انسان کوشش میکنه که در جای زندگی کنه که اکسیژن داشته باشه و اختلال در جهاز تنفسی انسان پیدا نشه. چرا اختلال در جهاز تنفسی انسان سبب رکود اعضای رئیسی وجود انسان میشه. البته اطباء خیلی ها در این موارد برنامه های داشتن و تاکید داشتن که انسان در فضای آزاد و دور از پلوشن هوا اگر زندگی میکنه عمر او طولانی میشه، صحتمند است. مع الاسف جوانهای ما گرفتار دودی میشن که جهاز تنفسی خود به دست خود و توسط پول خود از بین میبرن و خود به هلاکت میرسن. و این شب نشینی ها حتی ما خبر دارم در بین جامعه هستم، برای ما بسیار مراجعه میشه، حتی بعضی از جوان ها به اثر نشستن نایت کلاب ها تا آخر شب سبب گرفتاری بین خودشان و خانمایشان شده. خانمایشان با یک امید که این جوان همراه ما زندگی کنه و با اولاد خود و به انفاق اهل و اولاد خود رسیدگی کنه و در خانه خود باشه با مو اخلاق اسلامی و انسانی، متاسفانه که تا
تا آخر شب به نایت کلب ها میره و ما را فراموش میسازه و ما را دوچار هزار هار قسم تشویش میسازه و این تشویشات حتی سبب شده که باعث اختلافات عمیق شده که از هم جدا شده. شما ببینید یک عمل زشت سبب میشه که یک خاندان را یک فامیل را بپاشانه، پدر و مادر بیچاره را به غم بندازه و او دختری که با امید به خانه یزی جوان آمده و او دختر ناامید بسازه و بالاخره سبب جداییشان بشه و فرزندانشان بی سر و سامان و بی سرپوش و سرپناه بمانند. اینها همه بدبختی هاییست که در اجتماع داخل افغانستان به نحوی و به اجتماع خارج از افغانستان به نحوی گرفتاری ها موجود هست و دگی که در مجالس ترحیم بعضی اوقات شنیده میشه و دیده میشه که در مراسم ترحیمی که به خاطر استحصال ثواب ختم قرآن کریم را برگزار میکنن چنان صحبتی هست در بین قرائت قرآن کریم که انسان متأثر میشه که مجلس ترک کنه. یعنی کلام خدا رو ببینیم و کلام مخلوق رو ببینیم، صحبت خود ارجحیت میدن به شنیدن کلام خدا، در حالی که خداوند در قرآن صراحتا میگه که وقتی که قرآن خوانده میشه فانصتوا و استمعوا، استماع کنین و آرام باشین. این کلام خداست. مع الاسف تأثیرم بسیار کم میکنه. امید است که خدای عزوجل همه ما رو به حرمت روزهای بسیار متبرک اخیر ذی‌الحجه و که روز عرفه پیش رو هست و روز پنجشنبه روز عرفه هست و روز بسیار مبارک است که اگر انسان روزه میگیره مطابق ثواب یک سال روزه نفل است و خداوند جل جلاله توفیق بده که انشالله همه مسلمان ها در این ایام عید انشالله تمام گرفتاری ها و رنجش ها و کدورت هایی که در بینشان هست همه رو فراموش کنند و یک دیگر رو به آغوش بکشانند. انشالله اگر حیات باقی بود روز جمعه ساعت 9 صبح در سندیاگو در فور پاینت شرطن طبق معمول در امو ساحه ایرو درایف نماز عید انشاءالله خوانده میشه و حضور همه شما رو من متقاضی هستم که انشاءالله با هم باشین و نماز عید رو انشاءالله با هم ادا کنیم و هم دیگر به آغوش بکشانیم و اگر اختلافات جزئی هست همه رو از بین ببریم و خداوند جل جلاله توفیق بیشتری عنایت کنه برای همه ما که این آیات قرآن کریم و احکام الهی را به گوش و هوش و به گوش دل شنیده باشیم و در عمل با آن انشاءالله سرگرم باشیم و مشکلات خود به حرمت این آیات قرآن کریم انشاءالله به حل و فصل برسانیم. خدایا امنیت و صلح در کشور عزیز ما و برادری و اخوت و اتحاد و اتفاق بین اقشار مختلف وطندارای عزیز ما خصوصا و برای امت اسلامی عموما و جهان بشریت از جانب پروردگار ای کریم ای رحیم از بارگاه تو می خواهیم که ای آرزوی ما را برآورده بخیر بگردان و ما ذلک علی الله بعزیز. تا برنامه دیگر پیش از پیش ایدر برای همه عزیزان تبریک گفته و از خداوند جل جلاله طاعت و عباداتشان مقبول درگاه الهی می. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.